از حکومت می خواهم تا حد امکان اسلام را منع کند، زیرا اسلام فریب است، اسلام دروغ است، اسلام خطر است. من کوشش می کنم تا که ضد اسلام و ضد مسلمان ها کتاب نویسم. دوستان عزیز، موضوع اساسی را دانستن می خواهید، پس از شما التماس تا آخر خوب گوش کنید. انشاءالله من از همه شما خواهش همین است که تا آخر خوب گوش کنید. التماس می کنم. فکر می کنم در اول سخنهایی که در اول گفتیم در دل شما شبهه های پیدا شید، گفتید که چرا ادمین چنین سخنها را می گوید. البته مسلمان هستیم نگر، نمی خواهیم که ضد اسلام ما کسی گپ زند، اما ما هم این سخنها را نگفتیم. سخنهایی که در اول گفتیم سخنهای من نبود، سخنهای کی بود می گوید؟ پس تا آخر گوش کنید برای دیگران هم فهمیدن. در زیر نوار لایک مانید. یکی از سابق کارمندی سیاستمدار دولت گالاندیا جاران وان کلیورن میخواست اسلام را از بین برد. مردی که شما رسمش را در روی اکران دیده ایستاده اید، به خاطر چی این سخنها را میگوید؟ سخنهایی که در اول گفتیم سخنهای من نبود، بلکه سخنهای همین شخصیتی بود که شما دیده ایستاده اید. جاران وان کلیورن میگفت اسلام فریب است، اسلام خطر است، اسلام دروغ است. و این شخصیت تصمیم گرفت تا که ضد اسلام، ضد مسلمان ها کتاب نویسد و میگوید که من برای نویستن کتاب کاری خود را شروع نمودم. به خاطر پرم معلومات بیشتر گرفتن از حیات مسلمان ها، از دین مسلمان ها، به یک دولت اسلامی رفتم. در آنجا به یک مرد مقصد خود را گفتم و این مرد مسلمان میگوید برایم کمک کرد. چی کمک کرد؟ برای هم میگوید یک کتاب را داد، گفت اگر خواهی که دین اسلام در حقیقت خطر و دروغ و فریبی ها دارد، پس به این کتاب یک نظر بکن. میگوید وقتی کتاب را گرفتم دیدم که کتاب قرآن کریم بود، یعنی با گفتی او مسلمان کتاب مقدس ترین مسلمان هاست. وقتی میگوید به این کتاب قرآن نظر کردم، این دنیایی که من زندگی میکردم برایم تاریک شد و به دنیا اینم قدم موندم. وقتی کاری خود را از این صحیفه اول آغاز نمودم، در دین مبین اسلامی که مسلمان ها زندگی میکند، همه صلح و ثبات، همه آرامی، همه تنجی، همه آسودگی را نویسته بوده است. بعدن فهمیدم که این فکرهایی که من نسبت اسلام داشتم همه دروغ و همه فکرهایی خام بوده است. گویا که من با دستان خود در جهنم برای خودم جو آماده کرده ایستادگی بودم. هنگامی که این کاری خود را شروع کردم، بعد جستجوی خدا قدم ماندم و همچنین قلمی من نمی نویس که ضد اسلام یگان سخن نویسم. همیشه برای صلح و ثبات، آرامی، آسودگی، تنجی و مهربانی مردم را برایم آشنا میکرد. و خاتمه ای کاری من، نقطه آخرین کاری من با مسلمان شدن من به آخر رسید. این سخنها، سخنهایی که بر شما گفته گذاشتیم، یکی از سیاستمدار دولت گالاندیا جاران وان کلیورن بود که نسبت مسلمان ها فکرهای بد داشت و فکر میکرد که اسلام بجز فریب و نیرنگ و خطرها دیگر چیزی ندارد.